و زمان عرض خوش آمدید این خدمت تمام مانوان زمان همکاری لازم با پلیس به منظور تصویر در ورود به استادیوم در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر دو تیم استقلال و مثل کرمان به مسافه هم رفتند که این بازی در نهایت با پیروزی 1-0 آبی پوشان پایتخت به پایان رسید. اتفاق مهمی که در این بازی رخ داد حضور بانوان در استادیوم آزادی بود. بانوان حدود 1000 نفر در استادیوم آزادی حضور داشتند و این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. پس از پیروزی استقلال مقابل مثل کرمان بازیکنان استقلال به سمت سکوهای بانوان رفتند و از حضورشون تقدیر به عمل آوردن و خوشحالیشون رو با بانوان تقسیم کردند که یکی دیگه از اتفاقهای خوب این بازی بود. خاله که طبیعی پر برخورد باشه، ولی بله همون لحظه که ما داشتیم می‌رفتیم داخل این اتفاق افتاد. تازه دلم می‌این بود که نشد. ببین شاید خودت چطور فکر می‌کنی مست خوب گذشته رو تکرار کنی یا بهتر بشی تونستی که ما 100% من خودم این مسئولیت کوچیک داشتم از ابتدا بازی کنم، ولی هفته به هفته می‌تونم هم خودم بهتر نشم هم تیم بهتر. اون تک تک تو بودی گل می‌زدی، تک تک خیلی به نظرم خوب زد. به نظر من کادر فنی قوی داریم، کارشو بلده، بعد 8 سال تیم آورده دیگه برتر، زمان ما بهش بدم که هفته به هفته بهتر شه. من حضور بانوان در ورزشگاه واقعا حق طبیعیشونه، امیدوارم که همین یه هفته نباشه، تداوم داشته باشه. حالا ما هفته دیگه منتظر بانوان کرمانی هستیم. ورزشگاه بازی خیلی خوبیه انجام داده، فکر کنم از اول بازی کنترل بازی رو در دست داشتیم. به خاطر بازی دفاعی حریف خیلی سخت وارد موقعیت شدیم، طبیعی هم بود، مشکلی که تو همه بازی‌ها داریم، ولی خب
خدا رو شکر تونستیم یه گل بزنیم، سه امتیاز تو خونه بگیریم، خیلی مهم بودیم. خیلی هم دفاعی بازی کردن. همینه اکثر تیم‌ها میان مخصوصا تو آزادی، حالا جای دیگه هم همینه، دفاعی بازی میکنن. کار ما خیلی سخته تو موقعیت گیر آوردن، ولی خب خدا رو شکر از همون موقعیت گیر آوردن. آقای شهبازی یه خوردم انگار ناهماهنگی تو خط حمله هست، درسته این؟ ناهماهنگی نیست، به هر حال کار سخته دیگه، کار دشواریه. چه تو خط حمله استقلال چرا خوب این رقابت قطعا بهتون کمک میکنه، همه ما برای موفقیت استقلال داریم تلاش میکنیم، هرچی از دستش به برمیاد داره انجام میده و مشکلی پیش نمیاد. خدا رو شکر میکنم که اومدن، واقعا اتفاقی بود که خیلی وقت پیش باید اتفاق میفته.